دانیال سلام. بذار بگیم فضا فقط بذار بگیم به شقایق. سلام، به دلیل زیر وقتی سری برم سراغ اصل مطلب دیگه. خب بفرمایید. ممنون. برو. برم. برو. میگم این یه مقدار تو کانال به نظر من نقد یهودیت و حالا نمیدونم صهیونیسم و اسرائیل و اینجور چیزا هم انجام بدین که مثلا اینا هم دیگه بگیم اینا هم دارن دیگه البته انجام دادین، ولی میگم یه مقدار بیشتر. حالا درسته خیلی جهان شمول نیستن و خیلی جاها رو نگرفتن اینا، ولی مثلا به خاطر همین قضایایی که یه مقدار مثلا دیدی، حالا نمیدونم چه که یوتیوب احیانا براش مشکل ایجاد نمیکنه بوده مثلا توی اروپا یا آمریکا. نه نه من نمیدونستم، من گفتم اگه این اسم فارسی. خب نگو یوتیوب با این مشکل داره. ما اسم فارسی نداره این که فارسیشو بگیم. من بذار فارسیشو پیدا کنم. نه نداره. این اسم انگلیسیه مثلا چی بگیم؟ نسخه مشکل نداره. اسم انگلیسی نگین چون ای داد بیداد فارسیش همون مثلا همون انگلیسیشه. ما تو بخش انگلیسی کانالمون اسم دیدی میگم بهش میگیم the big h، یعنی h بزرگ که اسمشو نیاریم. بگو نسخوشی جنگ جهانی دوم. آره دیگه بگو نسخوشی جنگ جهانی دوم. بیادبی رایش سوم هم میشه رسمی میخواییم اینجا بزنیم. خب حالا بگذاریم، من منظورم این بود که اینا رو اگه بشه یکم مثلا نقدش کنین، مثلا این محدودیت هایی که انجام میدن توی اروپا و امریکا و نمیدونم زابیگری ها از این چیز میزه این چنینی. خب دانیال جان، خب ببین ما وقتی که این برنامه گفتگو با یک بی خدا رو داریم، خب کسی که میاد بالا میتونه یه سوالی بکنه که برنامه رو جهت میده به اون. خب یعنی من خیلی موقعی که کسی میاد میگه که چرا درباره این صحبت نمی‌کنین، خب میتونه بیاد بالا، همون شخص میتونه بیاد بالا یه سوالی بکنه که اون سوالش باعث بشه ما درباره اون موضوع صحبت بکنیم. خب مثلا یک کسی میتونه بیاد بالا تو همین برنامه گفتگو با یک بی خدا، به جای اینکه بگه چرا از یهودیت نقد نمی‌کنی، بیاد بگه که نظر شما درباره یهودیت چیه. این باعث میشه که ما یهودیت رو بیام نقد بکنیم. یعنی شما دارین تعیین میکنین که ما درباره چی صحبت کنیم. میدونی من بذار واضح صحبت کنم، چون من با خیلی از این دوستان حالا صحبت میکنم، زمین نه تو هم اروپا و امریکا شم راجع به این مسائل کوچکترین صحبتی بکنی نمیدونم فلان میکنن از این حرفا، شبیه همون قضیه اسب جورج واشنگتن که خودت انجام دادی، میاد همچین قضیه به حسابی حرفا. من گفتم حالا یه مدرکی به ما بدی که اینجوری نیست یا یه حس ما بدونیم، حالا سه اطلاع رسانی گفتم. من که ببین من تو کانال انگلیسی خودم به شدت یهودیت رو نقد میکنم به عنوان یک من خودم رو یک صهیونیست حساب میکنم و به عنوان یک صهیونیست به شدت اسرائیل رو نقد میکنم. خب کارهای اسرائیل رو من به شدت نقد میکنم، مشکلی هم برای من به وجود نیامده. اتفاقا یک دلیل این که من خودم رو صهیونیست اسم خودم رو صهیونیست میذارم این که اینی که مثلا هر کسی رو که میاد اسرائیل رو نقد میکنه اینا میان یه برچسب میذارن بهش که تو یهودی ستیزی. خب من با به خودم یه برچسب صهیونیست زدم و میام اسرائیل رو نقد میکنم که دیگه سخته که به من بگن تا یهودی ستیزی وقتی که خودم برچسب صهیونیستی رو به خودم زدم. میدونی از چه یعنی؟ ولی من نه تنها من نقدم از اسرائیل نه تنها از یوتیوب برداشته نشده، حتی مانتایزم شده. یعنی یوتیوب داره به ما پول میده و من دارم از اسرائیل نقد میکنم، هیچ مشکلی هم وجود نداره. آره اصلا یه جوری شده که من فهم کنم یوتیوب و چجوری بگم امثال امید دانه و کانال اسلامی اونا فهم کنم یوتیوب رو خریدن، چون اونا هرچی دلشون مخواد بگن هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی من تا اینجا تو این یه چیزی میگم بگم مثلا مشکل اینه که یوتیوب مشکل اینه که یوتیوب انقدر آدم نداره که بیاد همه این ویدیوها رو چک بکنه. خب نمیتونه بیاد بگه ببینه آره. که آیا واقعا خب مجبوره یه سری لغت‌های رو حساس الگوریتم، یعنی الگوریتم یوتیوب دنبال یه سری کلمه‌های می‌گرده. خب و اون به اون کلمات حساسیت داره. حالا بعضیا میگن که ای این چرا یوتیوب اینا به این داره گیر میده به اون گیر نمیده، به خاطر اینکه ندارن به اندازه این همه ویدیو داره پابلش میشه روی یوتیوب نمیتونن بیان یه همشو چک بکنن، مجبورن یه چیزی که دقتش کمتره مثل یه الگوریتم استفاده بکنن.
البته حق هم دارن میدونم بالاخره بیشتر. چجوری میتونن. آره خب آره اینا قبلا یه توضیح داده توضیح بودن. بده. ببین من بیشتر با بفرمایید ماسی. ببین الان ما توی لایو چت یه قانونی گذاشتم، من خودم گذاشتم، کسی به نگفته که کسی حق نداره اکانت اینستاگرام کسی رو بپرسه یا اکانت خودش رو بگه، هر کی بگه من پاکش میکنم. بعد الان اکانت هایی که میگن و اگه ببینی اونهایی که من پاک کردم همش توش اسم کلمه اینستاگرام هست، مثل اینکه یه الگوریتم بذاریم هر کامنتی توش کلمه اینستاگرام بود پاک بشه. ممکنه یک کامنت یکی بذاره که کلمه اینستاگرام توش باشه ولی اکانت کسی رو نخواد، ولی چون راحت تره اینجوری میشه انجام داد. اون الگوریتم های یوتیوب هم اینجوریه دیگه، چند تا ویدیو رو میخوان چک کنن دیگه، چقدر وقت دارن دیگه، که خیلی راحت تره. درست. آره خب اینم روش جالبیه. من فقط کل حرفم این بود که من احساس میکنم واقعا یه جاهایی حالا درق یه عده‌ای مثلا پارتی بازی میشه، مثلا این قضیه صهیونیست ها و یهودی ها مثلا توی اروپا و آمریکا، فکر میکنم برای اینا یک پارتی بازی میشه نسبت به مسلمان ها، حالا حتی بی خدا ها، اینجوری من فکر میکنم یک مقداری. حالا نمیدونم نظر شما چیه، مخالفی پارتی بازی از لحاظ ارزشی نیست که مثلا یوتیوب بیاد بگه ما اینا برامون مهمه اینا برامون مهم نیست. خب نه یوتیوب رو ولش کن، دولت ها رو دارم میاد پارتی بازی. مثل چی؟ مثال بزن. مثلا راجع به همین قضیه که گفتی اسمشو نبر، اینو مثلا میگن که توی اروپا و هر کسی راجع به این صحبت کرده یا حرفی زده، نمیدونم پدرشو در آوردن فلان کردن، غیر قانونیه و و و خیلی چیزهای دیگه. مثلا یکی بیاد نهی کنه این قضیه رو، نمیدونم فلان میکنه. حالا چجوری بگم، نسل کشی زیاد رخ داده. مثلا پادشاه بلژیک منو که اسمش هم یادم نمیاد مستعمره داشته، هزار کار کرده، ولی خب اون راحته، یکی میاد نقد میکنه یکی نقد میکنه فلان اینا. یعنی خب این ظلم به بشریت و ظلم به گروه، این به خاطر پارتی بازی نیست، این به خاطر هویتیه که اروپا داره. برای بذار من بگم اگه میشه. این به خاطر ببین منم این قوانین رو قبول ندارم. تو آمریکا مثلا شما این حرف رو میتونین بزنید و غیر قانونی نیست، هر چقدر هم حرفتون اشتباه باشه قانونیه. خب توی اروپا مثلا آلمان این قوانین وجود داره و من به شدت مخالفشم. این قوانین نباید وجود داشته باشه، باید آزادی بیان باشه. خب مثلا درباره همین بیگ اچ بگیم چی، هلو هلو خب دیگه منم تو بذار. این قوانین وجود داره و قوانین خیلی بدی هست و ولی دلیلش پارتی بازی نیست. دلیلش اینه که هویت مثلا یک کشور مثل آلمان به شدت خدشه‌دار شده و به خاطر مثلا اصلا تعریف کشورشون رو مثلا شما در با آلمان حرف میزنین، این جرمای جنگ جهانی دوم اولین چیزیه که به فکر خیلی ها میرسه. خب شما فرض کنین که چقدر هویت یک کشور خدشه‌دار میشه که بیشترین چیزی که مردم دنیای کشور شما رو میشناسن همون چیزه، همون یکی از بدترین جرمایی که هر کسی یادش هست. خب تو تاریخ معاصر. خب و نه تنها هویتشون به شدت خدشه‌دار شده، یک احساس گناه ملی وجود داره که اینا میخوان جبرانش کنه. خب و تو جبران کردن این احساس گناه ملی دارن اضافه روی میکنن. میدونی نظرم چیه؟ یه سری چیزایی رو که فکر میکنن نشون میده که چقدر عوض شده آلمان نسبت به گذشته، میخوان زیادی اون کار رو میخوان بکنن. میدونی نظرم چیه؟ یعنی هدفشون این نیست که دارن پارتی بازی میکنن، دارن سعی میکنن گذشته خودشون رو پاک بکنن. متوجه هستی دانیل جان؟ میگیم از اون برای بوم افتادن. یه کلیپی هم بود نمیدونم آنگلا مرکل توی نشستی پرچم آلمان از دست یکی از همون آدمایی که رو سن بودن گرفت و پرت کرد حالا با ناراحتی مادر. آره درسته. من میگم همینقدر که شما گفتی که با من موافقی که این قضیه رو خیلی چجوری بگم حالت نگو نکنی، همینقدر تا اینقدر با من موافقی یعنی برای من کافی بود. آره دیگه به هر حال اینجوری هم هر جای قانونی ده. بعد یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم این بود که این کانالی که گفتم اگه حالا وقت کردی نرد کنی اینا رو، سم اون کانالی که هفته پیش با هم صحبت کردیم. و یه نکته دیگه هم بگم و دیگه من برم شما این جوابی بدین. اونم این بود که اگه میشه این برنامه‌تون رو اگه راه داره 2 ساعت دیرتر به صبح شروع کنین، مثلا همین برنامه‌ای که الان داریم
دو سه راه سه ساعت نداره، دیتا شرم دوستان مشکلی نداره. شرمنده، خیلی راه خوب نداره، باشه. شرمنده. مرسی نه دانیال دشمن جان، شرمنده، خدا نگهدار، بدرود. خدا. اگه میتونستیم این ساعت برنامه ها رو خود درست بکنیم که عالی میشد، اما خب آرمین زمان خب نداره. ما من ب... من ب... من یه چیز بگم، من به بابک گفتم که میخواد برنامه ساعت مختلف بذاره، لازم نیست که من همیشه باشم، بابک خودش هم میتونه بیاد برنامه بذاره نه بدون تمام من ساعت خودم ایک من. نگفتم که آره آره نه میدونم، ولی من میدونم میگم که ما بچه میخوایم شرایطی رو به وجود بیاریم که مثلا مجرای مختلفی داریم تو ساعتهای مختلف. امیدوارم یه روزی به اونجا مثلا برسیم که مثلا ساعتهای مختلف بتونیم برنامه داشته باشیم. البته باید باید به یه ذره پخش کانال 24 رشد ساعته کنیم. هم میرسیم. آره آره